از آقای جیم فیلیپس، پژوهشگر ارشد در مسائل خاورمیانه از بنیاد هریتیج دعوت کردیم که با ما باشند. با سلام به شما آقای فیلیپس، حدود 10 روز پیش شما در مقاله‌ای پیشنهاد کردید که پرزیدنت ترامپ این بار عملکرد ایران به توافق را تایید نکند. شما نوشتین که عدم تایید اولین گام ضروری برای پاسخگو نگه داشتن ایران در رابطه با سیاست خارجی اون کشور هست. اما این مقدمه توافق هسته‌ای هست که بر مسالمت آمیزی برنامه هسته‌ای ایران تاکید داره. چطور آمریکا میتونه بین سیاست خارجی ایران با برنامه هسته‌ایش ارتباطی برقرار کنه که از حمایت متحدین ایالات متحده هم برخوردار باشه؟ تحت بررسی توافق، رئیس جمهور مستلزمه که نه فقط باید بگوید که ایران به صورت شفاف و به صورت کامل و قابل راستی آزمایی در حال پایبندی به توافق، بلکه رئیس جمهور باید تایید بکنه که در جهت منافع حیاتی امنیت ملی که این پول داده بشه به یک رژیم یاغی که همچنان ادامه میدهد به ایذا و آزار شهروندان آمریکا و اونا رو گروگان میگیره به دلایل جعلی و همچنان میگوید مرگ بر آمریکا، همچنان نقض میکنه قطعنامه‌های شورای امنیت ملی رو با کارهای مولیستیش و صدور تسلیحاتش به گروه‌های تروریست و انقلابی گرداگرد جهان. بنابراین به طور فزاینده‌ای دشواره که رئیس جمهور بتونه این کار رو تایید بکنه، یا در واقع تایید بکنه که ایران به صورت با راستی آزمایی کامل داره در واقع این چیزا رو دنبال میکنه، در حالی که خود رژیم ایران میگوید که اجازه نمیده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد ایران بشه، در حالی که این از ایران در حالی که این مجاز بوده و مستلزم بوده ایران که این بازرسا رو راه بده. بنابراین متحدان آمریکا هم باید نگران رفتار جمهوری اسلامی ایران باشند و اینکه جلوی ورود بازرسان رو بگیره که اینا در توافق ملحوظ بوده. البته شرایطی داره برای بازرسی از سایت های نظامی، اما در همین مقاله شما پیشنهاد دادین که به عنوان آخرین راه حل کنگره اجازه توسل به نیروی قهریه رو برای جلوگیری از رسیدن ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای صادر کنه. چه شرایطی ممکنه اوضاع رو به اون مرحله برسونه؟ من فکر میکنم که اگر ایران موافقت بکنه به توافق هسته‌ای که به صورت طولانی تر شرایطی رو فراهم بیاره علیه تمدید غنی‌سازی اورانیوم، اون محدودیت هایی که 10-15 سال دیگه تموم میشه، در اون توافق بهتریه در مقایسه با توافقی که با امارات متحده عربی و تایوان و کره پیش اومد. این توافق نشان دهنده سیاست های عدم گسترش 5 دهه از سوی آمریکاست. بنابراین اگر ایران واقعا میخواد به دور بمونه از تسلیحات هسته‌ای، براش مهم نیست که آیا این مستلزمات تمدید پیدا بکنه یا نه.